سلام دوستان، امروز میخوام راجع به یه پروژه صحبت کنم به نام تون. حالا میگن تلگرام اوپن نتورک. یک پروژه اوپن سورسی بوده که تو سال 2017 توسط تیم توسعه دهنده تلگرام، یعنی هم پول دو برادران دورف، راه اندازی شده و تا اینجا کار تونسته بود خوب پیش بیاد، تا اینکه حالا دعوای دادگاهی اتفاق میفته و بالاخره اون اتفاقاتی که میفته باعث میشه دوباره از دست خارج شه و دوباره حالا بعد از توی حالا شهریور 1400 میتونیم ببینیم که کوارتر چهارم 2021 اینو ما شاهدش بودیم که دوباره یک حالا کامبکی زد و اومد برگشت. امروز میخوام توی این ویدیو راجع به این صحبت کنیم که آیا اصلا این وابستگی که این پروژه جدیدی که راه اندازی شده به تلگرام و مدیرش و تیم توسعه دهندش وجود داره یا نداره، و اینکه ببینیم چه ویژگی ها و امکاناتی رو میتونه به ما بده و آیا اینکه مثلا قابلیت اطمینان هست. حالا با توجه به اینکه اینو دارم، این حرف بخاطر این دارم میزنم که جدیدن یک حالا میلور یا بد افزاری به نام اکولیون، حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم نه، اکولیون اومده و میتونه والت هایی که داخل خود نرم افزار تلگرام هستن و حالا مورد هک قرار بده. به خاطر همین گفتن که اوتو دانلود ها رو کنسل کنید، اوتو دانلود نکنید و خودتون به صورت دستی ادامه داشته باشید. همراه من تو این ویدیو باشید تا بعد. خب دوستان، تا اینجا اشاره کردم بهتون که تلگرام اوپن نتورک یا همون به اختصار تون توی اوایل سال 2017 بود که تونست با در واقع اختصاص دادن 5 میلیارد واحد توکن توی فرآیند فروش بین 94 تا سرمایه‌گذار خصوصی و ارزش هولوش 1.7 میلیارد دلار به فروش برسه و باعث تأمین این سرمایه شد. توی سال 2019 با وسیله این کشمکش هایی که بین تلگرام و حالا این بلاکچینی که فراهم کرده بود، سک یا سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا و منبعش هم تو دیسکریپشن میذارم، اومد یه ایراد قانونی به فروش توکن ها، یعنی پرایوت سلی که انجام شده به اون 39 سرمایه گذار آمریکایی که توی این تون سرمایه گذاشته بودن، ایراد قانونی وارد کرد و در واقع این پرونده بلاکچینی کاملا بسته شد تا تقریبا میتونم بگم اردیبهشت 99. تا اردیبهشت 99 به بعد میتونم بگم اتفاقی که افتاد این بود که خب این تون یک پروژه متن باز بود، یه سری افراد از جا تا جای دنیا اومدن و حالا بذار یه خاصیت دنیای متن باز بهتون بگم، اینه که خیلی راحت توسعه دهنده و کسایی که در واقع به این فناوری ها آشنان میتونن بیان در واقع اون اپلیکیشن ها، اون چیزایی که تو این دنیا فراهم هست و توسعهش بدن، بزرگش کنن یا به نفع خودشون استفاده کنن. مثلا اون API که الان میبینیم خیلی کاربرد داره، تو در واقع بسترهای مختلف ازش استفاده میشه. خب ماجرا تا اینجا ادامه پیدا میکنه که میان اعضای ارشد تیم فری کوین، تیم فری کوین همون تیمی که از سال اردیبهشت 99 تا الان اومده این کار انجام داده و بازم به شکست برخورده به خاطر یه اختلافی که بین اون اعضای توسعه دهنده پیش اومد. باز این پروژه فری تون بود، اومد یه اختلافی اتفاق افتاد و در نهایت تا اولوش شهریور 1400 در واقع تمامی ابزارها و بلاکچین هایی که تمامی ابزارها و اون تیم توسعه دهنده رو تیم تلگرام ارتقا داد و انتقالش داد کاملا، یعنی tone.com بوده، انتقال دادن به tone.org و تمامی کد ها توی گیت هاب هم یه فضایی که حالا کدا رو با هم چیز میکنن، کدا رو به اشتراک میذارن، کدایی که حالا رایگان و در دسترس عموم مردمه، خیلی فضای خوبیه. اومد اینو کاملا تغییر داد. خب میرسیم به این سوال که آیا این تون آیا اصلا ارتباط مستقیمی با تلگرام داره یا نه.
خب اینجوری که به نظر میرسه به صورت رسمی هیچ وقت اعلام نشده که این دوتا با هم ارتباطی دارن، حتی تو توییترش هم پول دروف اعلام نکرده که این پروژه مال ما و ما توسعهش دادیم، به خاطر همون احتمالاً به خاطر همون قضیه که سکه، که اگه این کارو کنن دوباره خب قاعدتا یک درگیری دادگاهی پیش میاد و مشکل خواهند داشت. پس اومده فقط تاییدش کرده، گفته که ما این پروژه رو قبول داریم و بهش تکیه داریم و کلا ارگانایی که توی تون برگزار شده بود و اومدن حمایت کردن و انتقال دادن بهش. دلیل دومی که اینجا وجود داره اینه که یک ارتباطی بین این همینی که گفتم دیگه، یعنی توی گیت هاب اومده کوداشو در اختیار این قرار گذاشته، پس میتونه یک در واقع صحه باشه، صحه بذاره بر در واقع تایید شدن این پروژه. خب دلیلی که خیلی قاطع و میتونیم بیشتر روی این بگیم که حالا دارن روی این پروژه مانور میدن اینه که تلگرام سیستم درآمدزاییش اجرایی فرق داره با بقیه. خب تلگرام هیچ وقت پولی نبوده، هیچ وقت سرویس اشتراکی نداشته، ولی میدونیم که تقریبا یه چند وقتی است، اگه دقت کنید توی حالا کانالایی که بیشتر از 1000 تا سابسکرایبر داره اومده یه سری پستایی که گذاشته، اومده بالاش در واقع نوشته بود اسپانسرد، حالا مثلا اسپانسر شده است دیگه، از این راه اومدن حالا یه تبلیغی رو انجام دادن و احتمالا تو آینده هم شاهدش باشیم که این تون درگیریاش با یعنی آمیختگیاش با تلگرام بیشتر باشه و بتونن با هم پیشرفت خوبی رو داشته باشن. حالا جوری که من تو رودمپش دیدم، حالا ادامه بررسی میکنیم توی قسمت دوم این ویدیو، حتما همراه من باشید ببینید، بررسی میکنیم که درآمدزایی چجوریه، ماینینگش چجوریه، چه ویژگیهایی باید سرورمون داشته باشه و قسمت دوم. اگه بخوام سازوکار شبکه تون رو بگم، باید بگم که یک در واقع تون یک مستر بلاکچین داره. یعنی چی؟ یک مستر بلاکچین یک شبکه واحدیه و در واقع وظیفش مدیریت نودهای ولیدیتورها، و ولیدیتور اونایی هن که در واقع صحه میزنن بر انجام این تراکنش ها، مثل حالت میگن ماینرهایی که بیت کوین ما داریم استخراج میکنن، اینجوریه دیگه. یعنی سیستم و مکانیزم عمل کردش پروف آف استیک، یعنی شما یا میتونید ارز استیک کنید، حالا روشش هم در ادامه اشاره میکنم بهتون. خب برسیم به قسمت سازوکار شبکه بلاکچین تون. خب ببینید یه مستر بلاکچین داریم، یا حالا میگن مستر چین به اختصار، یک شبکه واحده و این شبکه واحد، حالا نمیخوام از واژه های تخصصیش استفاده کنم، یه ذره مخیتون رو گیج کنم، میرم سر اصل مطلب. وظیفه مدیریت ولیدیتورها و مقدار سپرده سرمایه گذاری شده توسط اونا. یعنی چی؟ یعنی مقداری که من میرم استیک میکنم توسط یک ولیدیتور، یک کسی که میاد اون تراکنشی که انجام داده شده رو تایید میکنه. به وسیله چی؟ به وسیله ارزشی که من استیک کردم برای اون مقدار و میاد. حالا در ادامه توضیح میدم، در قسمت بعد این ویدیو توضیح میدم که مقداری که استیک شده در واقع در اختیار اون ماینرها قرار میگیره، اون سرورها قرار میگیره، چون بالاخره اینترنت احتیاجه دیگه. اگرم حتی ما در واقع پروف آف استیک داشته باشیم، استیکینگ باشه، بازم به اینترنت محتاجیم. خب این از این مدیریت ورک چین ها که حالا یه چیز، یه نکته اول بگم، یه سری لایه ها داریم تو بلاک چین، میگن لایه دوم، لایه سوم. این لایه ها میان قابلیت هایی رو به اون در واقع صنعت ما، اون بلاکچین ما اضافه میکنن. مثلا چی؟ مثلا الان اتریوم رو مشاهده هستیم که از لایه اول داریم به لایه دوم داره مهاجرت میکنه و خیلی از صرافی ها از جمله کوکوین اگه نگاه کنید میبینید که به شما سود روزانه میده، مثلا هولوش سالیانه 5% به شما سود میده از اینکه اتریوم میتونه از لایه اول به لایه دوم منتقل. خب این کارو بخاطر این مخرب بخاطر این میکنن که اولا هزینه تراکنش ها الان گس فی های اتریوم اومده پایین تر، پس این لایه ها میان همچین کاری رو ادامه میکنن، اینو اداره میکنن، مدیریت میکنن تا بتونن لایه های خودشون رو از لایه ها استفاده کنن و اون حالا شبکه تون که اصلا چیز فوق العاده ای، رود مپش رو برید ببینید، یه چیز اصلا بی‌نظیریه. حالا در ادامه بررسی میکنیم و بیاین اینو افزایشش بدن. در واقع لایه سومش هم حالا اینجا زیاد بحث نمی کنیم، مدیریت شارت های کاری بهش نداریم. خب در رابطه با لایه دومش که گفتیم ورکینگ بلاک چینه، لایه دوم این شبکه است و
خیلی تعداد زیادی شبکه بلاکچین میتونن توشون اجراشن. هر کدوم شبکه ها مستقلن و در واقع یک پل زنجیره. خیلی ها دارن به این سمت حرکت میکنن، از جمله اتریوم، از جمله خیلی ها. همین آپگرید هایی که توی شبکه بیت کوین میبینیم میاد از قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکنه و میتونه در واقع قابلیت های مختلفی به شبکه اضافه میکنه. اگه بخوام راجع به مزایای شبکه تون صحبت کنم، اول اینکه خب نیکولای جوروف مدیریت، یعنی مدیر صاحب تلگرام، اومده ویژگی های منحصر به فردی برای این تلگرام برای این معرفی کرده. میگم حالا اونقدر چون نرم افزار روسیه دیگه، روس هم که آنچنان ابرقدرت نیست که بگیم بهش اختصاص بدیم و بگیم خیلی خوب بوده، کارش رو درجه یک بوده و اصلا امکان هکی نیست. همین اول ویدیو گفتم بهتون که همون ویروسی که همون میلور، همون بدافزاری که توی حالا تلگرام اومده باعث شده که خیلی از در واقع سرورها هک بشن و مشکل براشون ایجاد بخاطر خاطر همین اتو دانلود و حالا باید غیر فعال کنید و داستان دارید. خودتون برید بخونید، من اینجا اشاره کردم فقط که شبکه بی‌نقص نیست، شبکه اول راهه، ولی اسکم هم نیست. بگیم اسکمه نه، هنوز مراحل قانونیش مونده که ببینیم آیا درست میشه یا نه. ولی اگه برید تو سایتش میبینید که تون پروکسی داریم، تون دی ان اس داریم، حالا خیلی از نرم افزارهایی که روی دی اپ هستن، یعنی نرم افزارهای غیر متمرکزی که هستن برای کشورهای مخصوصا ایران، راحت میتونیم ازشون استفاده کنیم و حالا سانسورشیپ رو راحت دور بزنیم، اصلا مشکلی نخواهد داشت. اگه بخوام ویژگیاشو اشاره کنم، اولین ویژگی شبکه تون چند زنجیره بودنشه که میتونن به صورت لایه‌ای با شبکه‌های دیگه کار کنن. این باعث میشه که چی؟ مقیاس پذیری یا اسکیلبیلیتی افزایش بده. یعنی چی؟ این حرف به صورت ساده یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم در مقیاس بزرگ، در مقیاس جهانی پول ارتباطی دیگه. ویژگی بعدی که میخوام بهتون بگم تون پیمنت که ریس پرداختای مالی رو در انجام میده و میتونه تراکنش هایی که خارج از شبکه تون داره اتفاق میفته رو مدیریت کنه. یعنی چی؟ یعنی یه اکسپلورر داریم دیگه، حالا سولانا اکسپلورر، اتریوم، بایننس سمارت چینه که اینا در واقع تراکنش ها و اون تی ایکس آیدی هایی که وجود داره رو اسکن میکنن و به شما میگن که از این تراکنش موفق بوده، پندینگ، مشکل خورده، مشکلش چی بوده، اینو کامل میگه. و این تون هم اومده قابلیت گسترده ای داره، به خاطر همین میاد در واقع بین شبکه کار میکنه و میتونه مدیریت داده های آف چین. یعنی چی؟ یعنی داده های آن چین میشن داده هایی که داخل زنجیره تون هستن و داده هایی که خارج از زنجیره تون هستن میشه آف چین. به خاطر همین اینا میتونه امنیت خوبی برشون برقرار کنه. ولی من الان توصیه نمی کنم بخرید، اگرم خریدید از قبل سیو سودتون رو داشته باشید. من خیلی جا دیدم گفتن سیو سود کنید، میتونه پروژه بریزه. کانال تلگرامیش، سابسکرایبراش، من از زمانی که 500 تا سابسکرایبر بود وارد شدم، الان یه دفعه 180 هزار تا شده و دیدم 180 هزار تاش فیک نیست واقعا. و حالا نکته خیلی عجیب به نظر من عجیب بود این بود که خیلی تمرکزشون روی جامعه ایرانی بوده. حالا نمیدونم میخوان ایرانی ها رو دور بزنن، چون اکثر جاها از تلگرام استفاده نمیکنن. خیلی از مسنجرهایی که توی آمریکا و حالا کانادا و اروپا استفاده میشه بیشتر همون فیسبوک، و فیسبوک هم دزد، فرق نداره، اغلب دزدن، چون اطلاعات کاربران رو در اختیار دولت قرار نمیدن ولی اطلاعات رو ور میدارن برای خودش. خب سرعت و مقیاس پذیریش گفتن میتونه میلیون ها، حالا ببینیم و تعریف کنیم، میلیون ها تراکنش در ثانیه پردازش کنه، حالا در حد حرف دیگه. و قاعدتا سرورهای خیلی با پردازش بالا باید داشته باشه و بدون وقفه اینترنت باشن. و اینم از در واقع ویژگی هایی که برای تون مطرح. خب بخوام اگر روش های کسب درآمد رو اشاره کنم، میتونم اولش رو به نامینیتور اشاره کنم که خب این مثل حالا سیستم ماینینگ بیت کوینه، منتها به خاطر ساختار پیچیده ای که شبکه تون داره و خب خیلی سنگین میشه ظرفیتش، سرور باید با ظرفیت بالا کار کنن و خب قاعدتا قیمت کمتری دارن نسبت به اونا. ولی خب میتونیم بگیم که تون تازه اول راهشه، خب هنوز نمیشه اونقدر بهش اطمینان داشت، ولی خب همیشه کسایی که اول اطمینان میکنن مثل آقا اکسی اینفینیتی، مثل تزارون بازی دیگه، قاعدتا امکان دریافت شانس پاداش بیشتری رو خواهند داشت. روش اول اینه که خب بتونیم ما استیک کنیم و از اون استیکینگ، در واقع استیکینگ یعنی چی؟ یعنی من میام
پولمو میذارم یک جا و سود سالانه میدم. این سود سالانه چجوری حساب میشه؟ این سود سالانه در اختیار سرورها با ظرفیت بالا قرار میگیره، بعد از اونها از سودی که اونها انجام میدن به ما میرسه. در واقع این فرایند داره انجام میشه و به معنی استیکینگی که به ما گفتن معنی نمیده اونجوری که آقا پوله داره ما در میان. نه، در واقع همون دستگاه منتها ما استیک کردیم. حالا یا استیک میکنی یا میری دستگاه با کیفیت با دستگاه سرور بالا میگیری، که حالا سرورش من یه لیست تهیه کرده بودم، انتقال داده 1 گیگابیت بر ثانیه میخواد و خب قاعدتا حالا من اینا دیگه تخصص ندارم، میگن دوال پروسسور باشه، 8 هسته باشه، 256 گیگ رم، 8 ترا اچ دی دی، 512 گیگ اس اس دی و خب قاعدتا نمیتونیم از سیستم های شخصی استفاده کنیم و راه اندازیش هم یه خورده طولانی بود. من اومدم دیدم یه نمه شاید یه ذره سخت باشه برای بعضیا، ولی خب برای کسی که میخواد ماینینگ کنه قاعدتا روش های بهتری و ارزهای بهتری برای ماینینگ وجود داره و خب قاعدتا هر کسی امروز این ریسک قبول نمیکنه، که چون دیگه تقریبا هم میشناسن، قبلش مردم آشنایی نداشتن، راحت میتونستی ماینینگ کنی با داخل خونت یا اگه به صرفه بود البته. خب روش دیگه ای که وجود داره روش فیشرمنه. یعنی چی؟ یعنی یه سری از نوت ها میان خلاف واقع عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان در واقع خطا توی شبکه ایجاد میکنن و ما میایم اینا رو برملا میکنیم، اینا رو افشا میکنیم، این افشای الف بورس اینا رو افشا میکنیم و بعد اون بلاک های معتبر رو از بلاک های نامعتبر تشخیص میدیم. این هم روشیه که حالا برای درآمدش وجود داره. یه نکته که خیلی مهمه راجع به این، من مقاله خوندم خیلی جالبه راجع به این دنیا. ببینید گوگل تا حالا دقت کردی چرا گوگل نیومده وارد این صنعت بلاک چین بشه؟ یکی از دلایل اصلیش میتونه باشه پروژه باشه که روش داره کار میکنه. پروژه چیه؟ پروژه یک سوپر کامپیوتر، یک ابر کامپیوتره. این ابر کامپیوتر خب اگه یه سرچ بکنید راجع به کامپیوترهای کوانتومی که چه قابلیت هایی دارن، در واقع دیگه هیچ وقت وقتی که وارد واتساپ میشین و نوشته end to end encrypted، یعنی از اولش از اون نقطه A تا نقطه B رمز نگاری شده، عملا غلط میشه. چرا؟ چون گوگل هر کدی رو میتونه در کسری از ثانیه بشکنه. مهم نیست اون کد چیه، مهم نیست مرکز چیه، مهم نیست دولت، مهم نیست CIA، مهم نیست چقدر کد پیچیده است، مهم اینه که این کامپیوتر انقدر، اگه عددی بخوام بهتون بگم، چند صد میلیارد برابر قدرت کامپیوتر خونگی درجه یک، یعنی مثلا نسل 12 اچ اینتل، در این حد، در این حد میتونه با اونا، میتونه میلیاردها برابر اونا رقابت کنه. ولی خب قاعدتا یه ذره هنوز اول راهیم، هنوز تصمیم گیریش زوده، ولی این نکته خیلی مهمه که گوگل حالا ممکنه برنامه‌ای داشته باشه که کل این صنعت رو اصلا بزنه در واقع از وسط نصف کنه و خیلی آینده ترسناکی در انتظار ما بوده. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوست دارید لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا درود دیگر، بدرود.